نظریه حقوقی پروفسور اریک داوید، استاد حقوق بین الملل. مسئولیت عراق در جنایت علیه بشریت در اشرف در اول سپتامبر 2013. وظایف شورای امنیت و دادگاه جنایی بین المللی، مسئولیت های سازمان ملل و دولت آمریکا. بخش دوم، بررسی دخالت عراق در جنایات ارتکابی در اشرف، مسئولیت یونامی. عراق هر گونه دخالت در کشتار را انکار کرده، ولی دخالت عراق ناشی از این دو امر است. اولا اینکه مهاجمان به اشرف عوامل دولت عراق بودند، و ثانیا اینکه قوای عراقی حاضر در اشرف در این جرائم همدستی داشتند و به تعهدشان برای حفاظت و مراقبت پایبند نبودند. اینکه مهاجمان به کمپ اشرف عوامل دولت عراق بودند فرضیه‌ای بسیار محتمل است. گزارش پرسوس ذکر می‌کند که مهاجمان یونیفرم‌های مشابه نیروهای عراقی لشکر طلایی وابسته به وزارت کشور به تن داشتند. علاوه بر این، از آنجا که ورودی‌های کمپ به طور دقیق توسط نزدیک به 1200 سرباز و پلیس عراقی مستقر در خود اشرف یا در فاصله کمتر از یک مایلی اشرف تحت کنترل است، این غیر ممکن بود که مهاجمان توانسته باشند بدون دیده شدن توسط قوای عراقی وارد اشرف شوند. اینکه مهاجمان توانستند بدون کوچکترین مشکلی وارد شوند و اینکه علارغم صدای شلیک نیروهای عراقی هیچ دخالتی نکرده اند بدین معنی است که مهاجمان به خوبی توسط قوای عراقی شناخته شده بودند و به احتمال زیاد از میان خود آنها بودند. این فرض با وقایع زیر تقویت می شود که توسط نویسندگان گزارش پرسوس متعاقب شهادت هایی که دریافت کرده اند مطرح شده است. شب قبل از تهاجم در ساعت 23:30 دقیقه یک ستون خودرو به کمپ نزدیک شد و در خارج از مقر فرماندهی نیروی واکنش سریع عراق که در آن 150 پلیس حضور داشتند متوقف شد. یکی از خودروها به عنوان خودروی متعلق به ژنرال جمیل الشمری، فرمانده پلیس استان دیالی که اشرف در آن واقع است، شناسایی شد. دو خودرو از یک موضع پستی تیپ 36 ارتش عراق که در کمتر از 700 متری درب شیر مستقر است، به ستون ملحق شدند. یکی از نفرات پلیس عراق که در رابطه با حرکت خودروها توسط ساکنان مورد سوال قرار گرفت تایید کرد که ژنرال جمیل در محل حاضر است و با سرهنگ نهاد فرمانده نیروی واکنش سریع نشست دارد. این بازدید یک ساعت به طول کشید و سپس ژنرال محل را ترک کرد. 5 ساعت بعد سرهنگ نهاد به موضع شمال درب شیر آمد و با سربازان عراقی صحبت کرد. چند دقیقه بعد یک گروه 5 یا 6 نفره از مردان مسلح در امتداد خاکریزی که حد غربی اشرف را تشکیل می دهد نزدیک شدند و در زیر چشمان سرهنگ نهاد شروع به بریدن سیمهای خاردار کردند. این مردان به زبان عربی با لهجه عراقی صحبت می کردند و سپس حمله به کمپ آغاز شد. در فکت دیگری مینیبوس متعلق به ساکنان اشرف که پس از حمله به سرقت برده شد و برای روبودن 7 ساکن اشرف استفاده شد، در کنار محل فرماندهی تیپ 19 عراق در 1.3 کیلومتری اشرف دیده شد. ژنرال جمیل در پاسخ به درخواست مدیر دفتر حقوق بشر یونامی که این خودرو را به ساکنان اشرف پس بدهد پاسخ داد: اموال خارج از اشرف دیگر متعلق به ساکنان نیست. تمامی این وقایع به اندازه مکفی اثبات می کند که مهاجمان تحت کنترل حکومت عراق اقدام کرده اند و بر اساس ماده 8 سند مرکز حقوق بین الملل پیرامون مسئولیت دولت، رفتارشان قابل نسبت دادن به حکومت عراق است. در مورد نیروهای عراقی حاضر در اشرف، چیزی کمتر از همدستی در این جنایات نمی توان گفت. شرایط جنایات ارتکابی در اشرف در اول سپتامبر 2013 اثبات می کند
که نیروهای عراقی آرایش گرفته در کنار اشرف نمی توانستند از آنچه که در این کمپ رخ می دهد بی اطلاع باشند، چرا که آنها ورودی ها و خروجی های اشرف را تماما کنترل می کردند. بیعملی آنها در قبال وقایع اول سپتامبر در اشرف طبق ماده 25 اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی بند 3D فقط می توانسته باعث تسهیل فعالیت مجرمانه مهاجمان شود و این بیعملی به درستی همدستی با جنایات ارتکابی در اشرف است. لذا بر اساس نص ماده 25 بند 3D در اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی و در این مورد مشخص طبق حقوق جزای بین المللی عرفی، بیعملی آنها مصداق معاونت در جرم محسوب می شود که در پرونده دادگاه یوگسلاوی سابق چنین توصیف شده است. یک ترک فعل که می تواند تشکیل دهنده عمل مجرمانه یا مشوق آن باشد و بر تحقق جنایت تأثیر ملموس داشته باشد. دادگاه رواندا در موضوع مشابهی اعلام کرده است تنها کمک یا تشویق به ارتکاب یک جنایت مسئولیت کیفری عامل آن را ایجاب می کند، صرف نظر از اینکه شخص مشوق جرم در هنگام وقوع آن در صحنه حاضر باشد یا نباشد. دادگاه رواندا سپس حکم دادگاه نظامی بین المللی توکیو را ذکر می کند که در سال 1948 مسئولیت کیفری وزیر خارجه سابق هیروتا را در آنچه که تجاوز نانکین لقب گرفته بود به رسمیت شناخته بود، از نظر دادگاه توکیو انفعال وزیر وقت معادل سهل‌انگاری مجرمانه بود. واضح است که نقش قانونی نیروهای عراقی محافظ حاضر در اشرف جلوگیری از هر نوع جنایت بود. این تعهد به طریق اولا هنگامی که جنایت علیه بشریت مطرح است واجب است. با انجام ندادن این تعهد این نیروها کمک بزرگی به جنایات ارتکابی در اشرف رساندند که مسئولیت فردیشان را ایجاب می کند و از آنجا که این همدستی مربوط به عوامل عراق است عملا مسئولیت بین المللی دولت عراق را به میان می کشد. طبق طرح مرکز حقوق بین الملل بر سر مسئولیت دولت ماده 4 قوای عراقی حاضر در اشرف به تعهدشان برای مراقبت پایبند نبودند. حتی اگر بر فرض محال در نظر بگیریم که موارد ذکر شده نمیتواند عراقی بودن نیروهای مهاجم یا همدستی عملی نیروهای عراقی را در جنایات ارتکابی ثابت کند، باز هم این موضوع باقی میماند که نیروهای عراقی که در ورودی اشرف مستقر بودند به دلیل موارد ذکر شده و به دلیل صداهای انفجارات و همچنین به دلیل تماسهای یونابی با مقامات عراقی در مورد آنچه در اشرف میگذشت از وقایع بی اطلاع نبودند، زیرا در ساعت 6 صبح یکی از ساکنان کمپ لیبرتی مشاور سیاسی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل را از آنچه در اشرف میگذشت خبردار کرد و فرد مزبور با نیروهای عراقی تماس گرفت و با ژنرال جمیل صحبت کرده، ولی ژنرال شمری در جواب گفت که در اشرف هیچ اتفاقی نیفتاده است. یکی از ساکنان کمپ لیبرتی به رئیس دفتر حقوق بشر یونامی ایمیل فرستاد و وی در ساعت 7:30 جواب داد که یونامی ارتش عراق را خبردار کرده بود، ولی آنها جواب داده بودند که در اشرف اتفاقی نیفتاده است. یکی از ساکنان کمپ لیبرتی با نماینده یونامی در استان دیالی تماس گرفت. وی در ابتدا گفت که بدون دریافت دستورات از یونامی نمیتواند کاری انجام دهد، ولی در ساعت 9 گفت که در حال تلاش برای هماهنگی با پلیس عراق است. نهایتاً در ساعت 14 خود را به اشرف رساند، ولی پلیس عراق حاضر نشد. از بعد از میدان لاله که قتل‌ها در آن صورت گرفته بود وی را همراهی کند. فاکت‌های فوق ذکر نشان می‌دهند که نیروهای عراقی نمی‌توانستند نسبت به آنچه که در اشرف رخ داد ناآگاه باشند. آنها صدای انفجارات را می‌شنیدند و از طریق یونابی نیز در جریان وضعیت قرار گرفته بودند.
عواملی که اثباتگر آن هستند که نیروهای عراقی از آنچه که در اشرف رخ می‌داد آگاه بودند بسیار بیشتر از فاکت‌هایی است که دادگاه بین‌المللی لاهه در پرونده تنگه کرفو ارائه داد تا اثبات کند که در سال 1946 آلبانی نمی‌توانست خود را از نمناک بودن معادن در طرف آلبانیایی تنگه بی‌خبر قلمداد کند. بنابراین واضح است که نیروهای عراقی نمی توانند از بیخبر بودن خود در مورد وقایع تراژیکی که روز اول سپتامبر 2013 در اشرف رخ داد دفاع کنند. به همین دلیل است که دلیلی نمی بینیم که آنها بتوانند خود را از اتهام همدستی با مهاجمین در ببرند. حال اگر به طور غیر منطقی از همه این استدلال ها بگذریم، باز هم نیروهای عراقی مستقر در اشرف در انجام ساده ترین وظایفشان شکست خوردند، زیرا با حفاظت نکردن از ساکنان نه در حین ارتکاب جنایات و نه بعد از جنایات صورت گرفته نیروهای عراقی در عمل یک اصل پایه‌ای بین المللی را نقض کردند. حفاظت از اهالی در برابر نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های پایه‌ای و مواردی که شامل جنایت علیه حقوق بین الملل بشر دوستانه می شود و این قانونی است که از کنوانسیون های 1949 ژنو و از پیمان حقوق مدنی و سیاسی 1966 ناشی می شود که به ترتیب از 14 فوریه 1965 و 25 ژانویه 1975 شامل عراق نیز می شود. همچنین از اصل مسئولیت عمومی حفاظت که در سال 2005 اعلام شد. ماده شماره 1 مشترک 4 کنوانسیون ژنو در سال 1949 در هر 4 کنوانسیون تصریح می‌کند که طرف‌های امضا کننده کنوانسیون مزبور را در هر شرایطی مورد احترام قرار می‌دهند و از مورد احترام قرار گرفتن آن اطمینان حاصل می‌کنند. در ماده 2 پیمان 1966 آمده است دولت‌های عضو پیمان حقوق قید شده در پیمان را در مورد افرادی که در سرزمین‌هایشان قرار دارند رعایت و تضمین می‌کنند. وظیفه دولت برای حفاظت از افراد موجود در حوزه مسئولیتش ناشی از مسئولیت حفاظت اعلام شده در سند نهایی اجلاس جهانی 2005 است که در آن دولت‌ها تأیید کرده‌اند وظیفه هر دولت است که از جمعیت کشورش در مقابل نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت حفاظت کند. این مسئولیت به طور مشخص شامل بکارگیری روش‌های مناسب برای جلوگیری از جنایات و همچنین جلوگیری از تشویق به ارتکاب آنهاست. شورای امنیت این متن را چندین بار به دولت‌ها یادآوری کرده است. 17. بنابراین دولت‌ها مسئولیت دارند که به طور مادی از احترام به حقوق بشر اطمینان حاصل کنند و این همان کاری است که دولت عراق در مورد اشرف از آن سر باز زده است. این خودداری از اقدام طبق قوانین بین‌المللی یک عمل غیرقانونی است و دولت عراق را در قبال وقایع روز اول سپتامبر 2013 در اشرف مسئول می کند. در نتیجه عراق برغم هر انکار و ادعای غیر منطقی در هر حال به طور کامل مسئول قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها و تخریب‌های فوق ذکر است. زیرا همان گونه که دیدیم مسئولیت مستقیم عراق در رابطه با این وقایع ناشی از شرایطی است که این وقایع رخ دادند. یعنی حتی به فرض غیرعادی و غیر منطقی نادیده گرفتن تمامی شواهد اثبات کننده در مورد پرهیز دولت عراق از اقدام لازم در زمان رخ دادن جنایات و در پرهیز دولت عراق از تحقیق در مورد وقایع و عدم پیگرد مرتکبین جنایات هیچ شکی ندارد و بنابراین دولت عراق از بابت عدم وجود چنین تلاش هایی به طور مضاعف مسئول است. مسئولیت یونامی و سازمان ملل. در مورد کارکرد یونامی باید از خود بپرسیم
که آیا نباید اقدامات پیشگیرانه ای را برای حفاظت از اشرف انجام میداد و آیا سازمان ملل با ارجاع ندادن این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی مرتکب یک عمل ناقض قوانین بین المللی نمی شود؟ یونامی بر اساس قطعنامه 1500 شورای امنیت در 12 می 2003 تأسیس شد. در این قطعنامه شورای امنیت تصریح می کند که یونامی مسئولیت های اعلام شده در گزارش دبیر کل در 15 ژوئیه 2003 را به عهده خواهد داشت که به طور مشخص شامل تشویق به دفاع از حقوق بشر است. یونامی به عنوان یکی از ارگانهای زیر مجموعه شورای امنیت پایبند قوانینی است که توسط دولت‌ها نوشته شده و در منشور ملل متحد وارد شده اند. در مورد مسئولیت سازمان ملل، سوال این است با توجه به وضعیت وخیم و اضطراری در اشرف، آیا وقایع اول سپتامبر 2013 که در گزارش پرسوس آمده اند نشان دهنده عدم کفایت هیئت همیاری سازمان ملل متحد نیست؟ بسیار خوشبینانه است که فکر کنیم یونامی تلاش کافی را از زمان خبردار شدن توسط ساکنان لیبرتی در مورد وقایع اشرف به عمل آورده است، صرفاً به این خاطر که با مقامات مربوطه عراقی تماس گرفته است. از طرف دیگر باید پرسید که آیا عدم حضور یک نماینده یونامی در اشرف به دنبال حملات و آزار و اذیتی که اشرف در 4 سال گذشته هدف آن بوده است، آیا نشان دهنده یک کمبود جدی در هوشیاری و احتیاط نیست؟ چنین کمبودی با دستور کار سازمانی که به طور ویژه برای ارتقا و توسعه حقوق بشر در عراق تأسیس شده منافات دارد. بنابراین این یک نقض قوانین بین المللی است که برای سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل مسئولیت آور است. باید یادآوری کنیم که وقایع اول سپتامبر 2013 نقطه اوج مجموعه ای از وقایع دیگر است که بعضاً بسیار وخیم بودند و طی 4 سال گذشته در اشرف رخ دادند. اشرف از زمان تحویل به نیروهای عراقی در سال 2009 تحت یک محاصره دائم توسط نیروهای عراقی توأم با حملات بوده است. در 28 و 29 ژوئیه 2009 نیروهای عراقی وارد اشرف شدند تا یک ایستگاه پلیس برپا کنند. نتیجه کار 11 کشته، 500 مجروح بود و 36 نفر به مدت 72 روز دستگیر از ورود برخی از اجناس به اشرف جلوگیری می کردند. در خرید غذا و دارو برای اشرف کارشکنی می کردند. در کنار اشرف بلندگوهای بزرگ کار گذاشته شدند که به طور دائمی با صدای آزاردهنده ساکنان را به نابودی تهدید می کردند. در 22 ژوئن 2010 تیم یونامی اشرف را ترک می کند چرا که نیروهای آمریکایی عراق را ترک می کنند و پایگاهشان در کنار اشرف را که تیم یونامی در آن مستقر بوده است ترک می کنند. در 8 آوریل 2011 ارتش عراق اشرف را مورد حمله قرار می دهد و بخش شمالی آن را اشغال می کند. دولت عراق اعلام می کند می خواهد املاک این مناطق را به صاحبانش بازگرداند. ساکنان تلاش می کنند در برابر این مداخله مقاومت کنند. 36 تن از آنان کشته شده و 300 تن مجروح می شوند. در 14 ژوئیه 2011 دفتر وقایع روزانه اشرف اعلام می کند که از 2.5 سال گذشته، یعنی از فوریه 2009، نیروهای عراقی از ورود بنزین به اشرف جلوگیری می کنند، چیزی که برای کارکرد ژنراتورهای برق و سیستم‌های سرد کننده و به طور خاص برای مواد فاسد شدنی حیاتی است. با توجه به اینکه در تابستان گرما به 50 درجه سانتیگراد می‌رسد. آخرین دریافت سوخت در تاریخ 8 فوریه 2011 بوده است. از 8 آوریل 2011 دولت عراق ورود هر گونه سوخت به اشرف را ممنوع می‌کند.
در 25 دسامبر 2011 یونامی یک یادداشت تفاهم با دولت عراق امضا می کند که هدف آن تسهیل انتقال ساکنان اشرف به مکان موقت ترانزیت به دام کمپ لیبرتی واقع در منطقه فرودگاه بین المللی بغداد است. در این توافق آمده است دولت عراق امنیت کمپ لیبرتی، زیر ساخت و الزامات زندگی را تأمین خواهد کرد. در 31 دسامبر 2012 یونامی تایید می کند که 3086 ساکن اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شدند، در حالی که 100 تن از ساکنان برای حل و فصل مشکلات اموال باقی ماندند. در 9 فوریه 2013 یک حمله موشکی به لیبرتی باعث مرگ 8 تن و جراحت 100 تن دیگر در کمپ لیبرتی می شود و باز هم حملات موشکی دیگری به لیبرتی صورت می گیرد. این حملات وجود خطرات برای اعضای مجاهدین را در کمپ لیبرتی بانند کمپ اشرف تایید می کنند. در حال حاضر کافی است ملاحظه شود که خشونت‌های ارتکابی توسط نیروهای عراقی در اشرف در ژوئیه 2009 و در آوریل 2011 که در مجموع طی آنها 47 تن کشته و بیش از 800 تن مجروح شدند نشان می‌دهند که با چنین سابقه امری شرط احتیاط در ابتدایی ترین صورت آن می‌بایست یونامی را وامی داشت که دست کم یک یا دو عضو خود را در اشرف نگه دارد. با خودداری کردن از این اقدام یونامی به اثبات رساند که با چشم پوشی و روی گردانی نسبت به مسئولیت تعریف شده خود برای ارتقا و حفاظت از حقوق بشر قصور کرده است. بنابراین یک امر غیرقانونی بین المللی به وقوع پیوسته که موجب مسئولیت برای یونامی و در نتیجه موجب مسئولیت برای سازمان ملل نیز می شود.